پیرمردی صاحب مال و منال میگذشت از عمر او 80 سال. با خودش گفتا که پیر رو خستم، شادم از عهدی که با خود بستم. تا نمردم هر چه دارم گانهم، سهم فرزندان همین حالا دهم. بچه ها را مطلع از این کار کرد، پافشاری کرده و اصرار کرد. سهم دخترها فلان از مال شد، از پسرها باقی اموال شد. پیر مرد فارغ شد از مال و منال، پاک و طاهر شد ز دارایی و مال. روزها بگذشت، روزی پیر مرد دید جفتاق عروسش گشت سرد. با تبرز نیش میزد بر پسر، بودن بابای تو هست درد سر. پیر مرد افسرده و غمگین شد، سینش چون کوه غم سنگین شد. لفرو بست و برون شد از سرا، تا نبیند آنچه دیدست بینوا. رفت و در زد خانه دیگر پسر، در گشودان طرفات مختصر. با کسی حرفی ز دل سردی نزد، حرفی از مردی و نامردی نزد. تا که دیگه معرفت آمد به جوش، آنچه باید نشنود آمد به گوش. جمله اولاد ذکورش بی صفت، جمله زنواره و بی معرفت. دختران زین ماجراها بی خبر، شاد و خرسند بودن از کار پدر. کورسوی در دل آن پیر بود، چون که امیدش با آن تدبیر بود. ره سپای خانه داماد شد، گفت دامادش دل ما شاد شد. اشک خوشحالی به چشم دخترش، ما تو حیران بود نمی شد باورش. دید دامادش بر او هست بی نظر، ماندنش آنجا دیگر هست در سر. او همی گوید که باباید چرا، لنگرش را پیچ کرده نزد ما. ما که تنها وارث او نیستیم، با حقوق مختصر کو نیستیم. خانش دوار بر گرد سرش، چون که تا این حد نمی شد باورش. این چنین اندیشش بیدار شد، موسم پیری رسید و خار شد. عاقبت تدبیر خود را کار بست، نقش یک گنجینه در افکار بست. رفت در بازار صندوقی خرید، آشنایی در رهش آمد پدید. گفت چه داری اندر این گنجینت، این چنین چسباندهی بسینه است. گفت گر گوشت زرازم کرد و بعد، صندوق مملوز سیم و زر بود. راز او افشا شد در سطح شهر، بچه ها پیدا شدن آسیم سر. ای به قربان تو ای بابای من، تو کجایی ای گل زیبای من؟ خانه ما بی تو تاریک است و سرد، تو چراغ خانه ای شیر من. الغرض با التماس و احترام، شد پذیرایی دگر هر صبح و شام. لیکن از گنجینش غافل نبود، هر کجا می رفت حملش می نمود. جنگ و دعوایی سرش کردن به پا، خانه بی بابا نباشد با صفا. فکر و ذکر بچه ها گنجینه بود، گنج واقعی بود، درد سینه بود. عاقبت قالب توی کرد پیر مرد، رفت و شد آسوده از رفتار سرد. باز کردن بچه ها گنجینه را، صندوق مملوز درد سینه را. شد نمایان استخوان دست خر، نومه ای بود. نامه ای شد نمایان استخوان دست خر، نامه ای رویش به جای سیم و زر. نامه را خواندن چنین بنوشته بود، قصه عمری به آخر کشته بود. دست خر بر آن فلان هر کسی، تا نمرده است مال بخشد بر کسی. زنده بر مال و منالت باش پیر، تا نگردی همچو من خوار و اسیر.